لباس ایرانم، سامون نریمانم، کوروش نمیمیرم تا من نگهبانم، ایران و بربادش ندیم هی. درود بر هموطنان عزیز، من سیامش امامی هستم و سپاسگزارم از کارگردان فنی اتاق فرمان که همراه ما هستن امروز و خیلی خبرها رو میبینید که در دنیا داره چه اتفاقاتی میفته و ما کشور و دنیا به کجا داره میره و به کدوم سمت حرکت میکنه و امیدوارم که هموطنان عزیزمون متوجه بشن که اگر اشتباه فکری بکنن، تصمیم گیری اشتباهی داشته باشن در این مورد حساس زندگی، میتونید دنیا رو به طرف منفی سوق بدید و آینده ها چندین سال طول میکشه تا برگرده سر جاش. ولی اگر شما ها، من با شما همه با هم تصمیم درست بگیریم، میتونیم دنیا رو به طرف نیروی مثبت ببریم، همه آسایش میمونه و آرامش زندگی میکنن، حتی زمین، حتی طبیعت. برنامه رو شروع میکنم، برنامه رو و خواهش میکنم خوب متوجه بشیم که به کجا ما داریم حرکت میکنیم. اول از سپاسگزاری میکنم از بینندگان تلویزیون ایران آریایی و دوستانی که کمک میکنن به این تلویزیون و حمایتشون رو میکنن که صدای خودتون، صدای بچه ها، صدای نوجوانان پخش بشه. از همه تون سپاس گذاریم. ما پیام بازرگانی نداریم، پیام شما رو داریم. من همیشه گفتم اول برنامه هم بزرگترین مشکل ما مردم اینه که نصفه میشنویم، یک چهارم میفهمیم، هیچی فکر نمی کنیم، دو برابر واکنش نشون میدیم، یا اگر هم چیزی هم ندونیم، نفهمیم، مسخرش میکنیم. چون توی مغز ما نباشه شروع میکنیم مسخرش کردن، جوک درست میکنیم، براش یه متلک میندازیم، براش یه کنایه میذاریم که خودتو لیلیز کنیم، راحت کنیم، بخواهیم که نمیتونی بفهمی، خودتو راحت میکنیم.
این مشکلی که داریم. هموطن عزیز، جمهوری اهریمنی و شیطانی اسلامی بهشت ما را تبدیل به جهنم کرده. متوجه میشوید؟ متوجه میشین در این چی میشه؟ ما باید این شیطان را از کشور بیرون کنیم و به اصل خودمان برگردیم. راه دیگر هست اصل ایرانی بودنمون، انسانیت بودنمون. راه دیگر هم دارین شما؟ چون از در دیوار از ایران نکبت و بدبختی میبارد. میتونین ببینید؟ میتونین بدبختی و نکبت رو ببینید؟ و روشنفکران هم با افکار منجمد خودشان به این بدبختی کمک میکنن. جنسشون اینه، جنسشون، طبیعتشون اینه. انتظار ازشون نداشته باشیم. روشنفکرایی که سکوت میکنن و نمیدونن دارن چه کار میکنن، و روشنفکرایی هستن که با شما هستن. این زندگی نیست که ما داریم. اگر به خودمان رحم نمیکنیم، به کودکان و نوجوانان رحم کنید. دوستان، دوباره تکرار میکنم، دوستان من و شما و همه با هم دیگه، بی تفاوتی و بی خیالی بزرگترین دشمن ملت ایران است. پس شما هم میتونید شریک باشید به طرف نیروی مثبت یا به طرف نیروی منفی. شما هم میتونید شریک باشید. باید هم بیاید از نیروی بی تفاوتی به نیروی کر، انسانیت، آینده، آینده بچه‌ها، آینده خودت، آینده نوهات. اینو شما باید شریک بشید دوستان. پیام و این پیامی که دارم میخوام به شما بدم، بیایم تا قبل از فاجعه دیگر، بیایم، دوباره تکرار میکنم، بیایم تا قبل از فاجعه دیگر با اتحاد ملی این شیطان را که برای بقای عمر خودش از هیچ حرکتی دریغ نمیکند بیرون کنیم. من و شما با هم دیگه، با نسل جوان، با نسل جوان ما میتوانیم این کار را بکنیم. چون نسل جوان با تفکر میان پرستانه و انرژی تازه و مثبت خود مثل ریشه درخت آزادی است که ملت میتواند در سایه این درخت با آرامش و امنیت و خوشبختی زندگی کند. نسل جوان. هموطن عزیز، من سیاوش امانی، عقیده یا تفکرم به پادشاه پارلمانی هم. طرفدار پادشاه پارلمانی هستم. شناسنامه از طرف پدران پدران گرفتن و ایرانی بودن من رو نشون میده و حقمه. ولی شعور، به این شعور رسیدم، به این شعور رسیدم که وقتی که طبیعت رو نگاه کنی، در طبیعت انواع تفکرها، بچه‌ای که به دنیا میاد انواع تفکرها وجود داره، انواع تفکرها، از چپ تا مثبت، از چپ تا مثبت. و این نیرو هستن که میتونن کشور رو بسازن، بهترش کنن، مثل باتریه که میتونن موتور رو تکون بدن، منفی و مثبت. اگر منفی نباشه مثبت نمیتونه، اگر مثبت نباشه منفی نمیتونه. و باید با همدیگه احترام بذاریم و با همدیگه کار کنیم. از نیروی مثبت منفی استفاده کن. ببین خوب، منفی هم خودش نیروی مثبتی داره. مثلا فرض کنیم که سیر که من میخورم سرم درد میگیره، وقتی که میدونی که سیر خیلی هم خوبه، ولی اگر جور دیگه در خوراکی استفادهش کنم سرم درد نمیگیره. استفادهش کنیم از نیروی مثبت و از نیروی چپ، با هم دیگه کار کنن. من به این شعور رسیدم. نمیدونم چجوری مثال بزنم. سوال اینه، آیا شما به این شعور رسیدید که باید از همدیگه لذت ببریم، از چه چپ چه راست؟ چون تا زمانی که بدونیم ما با همدیگه احتیاج داریم، من میمیرم بدون تو و تو هم میمیری بدون من. آیا شما به این شعور رسیدید؟ اگر رسیدیم، درود بر همتون، درود بر همتون که به انسانیت دارین فکر میکنید و به این شعور رسیدید. ولی اگر نرسیدید، اگر نرسیدید، به قول آقای مشیری، شما الاغایی هستید که فقط کتاب بارتون کردن، فقط کتاب بارتون کردن. مگر میشه آدم این همه تا صف کتاب بخونه، فقط معلوماتشو بازی کنه؟ فقط شما وطن پرست نیستید اون موقع، اون موقع شما کلمه پرستید، با لغت بازی میکنید، با کلمه شما بازی میکنید. من میخوام برم تو جلسه صحبت کنم، موضوع جلسه چی هست من صحبت کنم؟ شما کلمه پلس هستید، شما در ایدئولوژی خودتون گم شدید و در اون کتابا گم شدید.
هموطن عزیز، در این ساعت برنامه دوستان عزیزی در کنار شما هموطنان هستن که امیدوارم با این برنامه حرکتی یا جرقه‌ای زده شود که خارج از کشور جدی بشن و چون داخل کشور آماده هستن. میریم برمیگردیم با این ویدیو کلیپ و خواهش میکنم این ویدیو کلیپ رو دو جوان ایرانی دارن با شما صحبت میکنن، شعر نمیخونن، صحبت میکنن که منظورم آواز نمیکنن که بری برقصی باش. پیامشو گوش کنید. ایران ایران، برمیگردیم با دوستان هستیم. بریم و برمیگردیم. Yeah.
بر خاک تو ایران من، در راه خاکت فدا این جان من. دور باد نیرنگ بیگان ز تو، خاک پاکت ارغزا بیدان من. یاد کن میهن پرستانی که با مردانگی جان سپردن در راه آزادگی. هر زمان هر جا به پاس از خاک تو، سر بلند از سلطه بیگانگی. ایران ایران من، ایران ایران من، ایران ایران من، ایران ایران من. بله درود بر شما و عوض میخواست که چند دقیقه طول کشید بخواد اینکه دوستان میخواستیم همه با هم در کنار شما باشیم و سپاسگزارم از همتون. درود بر دوستان ارجمند و از اینکه این دعوت منو پذیرفتیم سپاسگزارم، که امیدوارم این برنامه مفیدی و سازنده‌ای باشه برای هموطنان عزیزمون. درود و خوش آمدیم به تلویزیون ایران آریایی. اول شروع میکنم با بانو الناز تقی‌پور از اهل تهران. درود بر شما بانو. درود بر شما، درود بر همه هموطنان عزیزم. سپاسگزارم که تشریف آوردین و درود بر وحید، آقای وحید بنیادی از سنندج، اهل سنندج کردستان. درود بر شما وحید جان، خوش اومدید. درود بر شما و تمام دوستان عزیز. سپاسگزارم تشریف آوردین. و بعدش آقای آرش از اهل قم. درود بر شما آرش جان. درود بر شما، خوش اومدید. درود میفرستم خدمت شما و همه هموطنانم و دوستان عزیز. سپاسگزارم که تشریف آوردید. و آقای کوروش اختریان از اهل اصفهان. درود بر شما کوروش جان. کوروش جان بکنم قطع. آقای حمید رضا شعبانی از درود بر شما، خوش اومدید. درود بر شما و درود بر دوستان عزیزم. کوروش جان صدا شما بود درسته؟ نه من الان حتی نمیدونم. بله صدا منو میشنوین کوروش جان؟ بله من صداتون رو میشنوم. خیلی خوب، بس درود بر شما. درود بر شما و تمام بیننده هاتون. خوشحالم که در برنامه شرکت میکنم. سپاسگزارم که تشریف آوردید. آقای عباس فاتحی از آذربایجان که اولین بار در این برنامه هستن. درود بر شما به تلویزیون ایران آریایی، خوش اومدین عباس جان. درود بر شما در جناب امان و درود بر همه هموطنان عزیزم. سپاسگزارم که تشریف آوردید. و آقای سعید قاسمی از عراق یا اینکه قم، شهر خمینی به قول معروف. درود بر شما چون اولین بار هست، خوش اومدید به تلویزیون ایران آریایی. درود بر شما جناب امانی و تمام دوستان و هموطنان عزیزم. سپاسگزارم که تشریف آوردید آقای قاسمی و خیلی هم خوشحالیم که در کنار شما هستید. و آقای آرمان چاروستایی از اهل آبادان. آرمان جان تصویرت هنوز نیومده ولی خوش اومدین، اگه صدای منو میشنوید.
درود به شما جناب سیاوش امانی نازنین، همه دوستان گرامی. یه خبر دادم که آقای مصطفی شاه دقایق دیگر به ما میپیونده و سیاوش خیلی جالب، از ایران من الان خبر گرفتم که در تهران روی برنامه شما بسیار فاصله شدیدیه و نمیتونم همینان در قرب تهران برنامه رو ببینم. خوشحالم از این برنامه، چون به خاطر اینکه برنامه شما هست و برنامه جوانا و حرف دل جوانا میخواییم بزنیم و امیدوارم که همه متوجه بشن که امروز داره چه اتفاقی میفته و امیدوارم که همه با بقول معروف تمام وجودشون گوش کنن این برنامه رو تا آخر بقول معروف ادامه بدن، فالو کنن. من دوستان قبل از که برنامه رو شروع کنم میخوام در مورد یک موضوعی که چون نمیخوام وقت بگذره زیاد، یک موضوعی میخوام به شما بگم. من میخوام به شما بگم که از فامیل خودم دلخورم. من خود استر سیاوش امانی از فامیل خودشون دلخورم. شاید بگید که برای چی اینو میاره این وسط، جریانش چیه، چرا عوض شدم؟ به خاطر اینکه من میخوام به شما بگم که من موقع که سال 1992 ایران آزاد شد که بتونیم بریم و بیایم، من اولین کسی بودم در فامیلم، جمع شدیم، بلند شدیم، رفتیم ایران و برای تمام فامیل از پدری مادری یا از خانوم پدری مادری از بالا تا کوچیک سوغاتی هم بردیم، چون میدونستیم اونا در چه جهنمی زندگی میکنن و ما در کجا داریم زندگی میکنن. میخواستم خوشحالشون کنم و خودشون هم شاهد هستن. نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، چهار پنج مرتبه من رفتم ایران، همین کارم کردم. چرا؟ چون عاشقشون بودم، عاشق دیدنشون بودم، عاشق همه زندگیشون بودم، میخواستم در کنارشون باشم. ولی اینجا که وقتی اومدم ایران، چون همش به من میگفتن ما کمک میخوایم، ما میخوایم بریم اونجا، در این اذیت میشیم. چند نفرن؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، 20 نفر، 70 میلیون نفر رو چه کار میخوای بکنیم؟ غیر از هیچ رای نداشتم که من عشق خودم رو مجبور شدم خفه کنم و نرم ایران، پاسپورتشون رو بندازم تو صداشخالی، بمونم و مبارزه کنم از حق بچه های ایران رو، حق فامیل خودم رو از جمهوری اسلامی بگیرم. اونا باید برن بیرون. شما فکر نمی کنی؟ بس من چه کار کردم؟ درگیر کردم خودم رو. زندگی خوبی هم داشتم، زندگی هم همون تمام چیزایی که میخواستم داشتم. میتونستم هم همون جوری هم برم ایران، از اون فالوده شیرازی استفاده کنم تا خربوزه مشهدی. ولی این کار نکردم به خاطر اینکه عاشق همه فامیلم بودم، از بچه تا بزرگ تا کوچیک تا همه. ولی به خاطر اینکه من نشستم اینجا، نگاه نکردم یک آفرین به من بگن، یک بسیار خوب سیاوش داری دفاع میکنی از ما، داری حرف ما رو میزدی، داری نجات میدی، چیکار کردن؟ روشون رو اونور کردن. ولی در فامیل خودم هم چندین بچه در خارج از کشور و چندین در داخل کشور کارایی کردن که شما بچه ها نکردید و تاریخ به شما نشون میده. اونا رو من میذارم کنار و واقعا ازشون سپاسگزارم. هر روز تماس دارن فامیلای داخل و خارج و با من صحبت میکنن در زمین مورد. حالا من اینجا میخوام بگم که این همین فامیلی که نتونه بین خوب و بد تشخیص بده، فامیلی که نتونه بین حقیقت و راستگویی و دروغ و تشخیص بده، فامیلی که نفهمه که در جهنم داره زندگی میکنه نه در بهشت، فامیلی که نفهمه وطن پرستی یعنی چی و وطن فروشی یعنی چی نتونه تشخیص بده، و فامیلی که نتونه بین خدا و شیطان رو تشخیص نده، من خجالت میکشم از این فامیل. من خجالت میکشم از این فامیل که که نتونه بین خوب و بد رو تشخیص بده، برای عشق و یا بیتفاوتی مردن. من میخوام به شما بگم که بچه‌هایی که، ولی عوضش یه چیزی بگم، من هموطنایی دارم که مثل منم فکر میکنن، به فکر فامیلاشون هستن. همین بچه‌هایی که شما میبینید در صفحه تلویزیون، میتونستم برن بگردن، میتونستن کار کنن، میتونستن هر کاری که میتونستن، حتی برن کار کنن، یک کامپیوتر بخرن که میتونن مبارزه کنن، میتونستن، درسته؟ یا بشینن برنامه نگاه کنن. ولی به خاطر شما ملت میدوئن و میدوئن که شما رو نجات بدن. منم همینطور که برگردم ایران، نه اینکه من فامیل رو برگ بیارم آمریکا، خودم به فامیلم بگم منو بیارید ایران. فرقش اینه، همه ما باید برگردیم ایران. ولی ما به کجا رسیدیم؟
یه گده روشون رو اونور کردن، فکر میکنن که ما داریم بازی میکنیم، این بچه هم دارن بازی میکنن. ولی چی داره میشه؟ نگاه کنید فیلم شماره دو رو نگاه کنید، بچه هایی که پخش کنه آقای اتاق فرمان شماره دو صداش هم باز بذار، ولی صدای من هم باز بذار ولی صداش باشه. نگاه کنید بچه هایی که در خارج از کشور پرچم شیر خورشید رو هر جایی بردن، در هر خیابونی بردن، در هر جلسه بردن، در هر پارکینگ لاتی بردن، بردن بردن چون بازی رو بردن، همه آغوششون کردن، همه بغلشون کردن، هیچ کس ناراحت نبود، اتفاقا پذیرفتنشون. اونجا پرچم جمهوری اسلامی نبود، اگر بود تیکه تیکه میشد. پس نشون میده بچه ها خودشون رو نشون دادن به کی؟ به ملت ایران، به ملت ایران، پذیرفتنشون. آقای روزبه جان میتونی پخشش کنی شماره دو رو؟ پخشش کن، صداش هم کم بذار برای صدا من باز بشه. نگاه کنید فقط، نگاه کنید بچه ها با چه افتخاری در پارکینگ ها با پرچم میرن که به شما بگن ما فتح کردیم. کجا رو؟ خارج از کشور رو فتح کردیم، همه خارج از کشور، از نروژ گرفته تا آلمان، از آلمان گرفته تا سوئیس و انگلستان و آمریکا، ما گرفتیم، ایرانی ها گرفتن، همه هم قبول کردن، پذیرششون کردن. نگاه کنید بچه ها رو، خودتون نگاه کنید اینا چه کار کردن. همین دشمنی که میگن آقا 20 نفر، آقا 30 نفر رفتن، آقا 10 نفر رفتن سر کوچه، با 10 نفر و 20 نفر فتح کردن کشور رو. درود بر همتون. اینا رستمهای شما هستن، اینا سهرابهای شما هستن که فقط باید اسب از زیر پاشون باشه تا شما بفهمید دارن چه کار میکنن. باید حتما اسلحه دستش باشه که بفهمه که دارن چه کار میکنن. با نیروی عشق همه جا رو میگیرن. این بچه ها هستن که دارن با شما صحبت میکنن و شما باید باشون باشین، شما هم بگین آفرین، شما هم بگین دمتون گرم، شما ها وادار کردید، شما ها وادار کردید که تمام اپوزیسیون رستمای ما 57 ها که اسمشون رو رستم بذاریم قبول کردن که سهراب ها بهترن، قبول کردن، قبول کردن که سهرابا بهترن و افتخار میکنن که سهرابا باید بیان توی بازی. و شما ملت و هموطنان من باید به و همشهری خودم و حتی خانواده خودم یک آفرین به من به همه اون بگید، چون بازی من بشم را در سرم
عزیز عذر میخوام چون مسئله فنی داشتیم میخواستیم درستش کنیم. دیدیم شما متوجه شدیم بچه ها هر جایی رفتن با آغوش باز گرفتن شدیم، ولی بچه های فلسطین هر جا رفتن مردم سنگشون زدن. این طرز تفکر این دوستان هست برای شما. من دوستان عذر میخوام، ببخشید از دوستانم که اینجا هستین، من باید طرفداری شما رو میکردم که شما ها چقدر زحمت کشیدین و هموطنان خودتون و ازتون سپاسگزارم که تحمل کردین اول صحبت ما رو. اول خوش اومدین و بریم، چون وقت خیلی کشته شد از این بابت، بریم سر اصل مطلب. من در این سه هفته پیش شما تشریف آوردین و صحبت کردیم، با من مهمانی داشتم آقای کوروش کرهور از خواهان طرفدار پادشاهی و آقای حشمت رئیسی طرفدار چپ و آقای دکتر داریوش ملک نیاز از طرفدار جمهوری‌خواه و ازشون یک سوال کردم، یک سوال ساده، تا کی میخواییم این افکار قشنگتون رو پیاده کنیم و استفادهش کنیم فقط از کاغذ به عمل تبدیل بشه؟ و شما همه دوستان جوابشون رو شنیدید، شما و میدونید جوابشون چی بود و باشون هم شما صحبت کردید و بعدش من حالا میخوام به این نتیجه برسم که همونجوری که خمینی در اومد گفت که شما حرف میزنید ما عمل میکنیم، که درست گفت، و اونجایی که خمینی در اومد گفت که آمریکا هیچ غلطی نمیکنه اونم درست گفت، و همونطور که خامنه ای به آمریکا همش پیغام میده شما دوست خوبی نیستید و ما نمیتونیم اطمینان بکنیم، درست گفت. به خاطر اینکه الان دو هفته است که آمریکا چندین ساله میگه ما پشت سر اسرائیل هستیم و در کنار اسرائیل هستیم، الان دو هفته است که بمبارون میشه رو سرشون، آمریکا کاری نکرد و خامنه ای درست گفت که شما دوست خوبی نیستید. ولی اینجاست من سوال از شما میخوام بکنم، از الاز خانم شروع میکنم جوابشون رو کوتاه و مختصر بدم. آیا شما هم بچه ها شما هم میخواین بیستید که آمریکا به شما چشمک بزنه، یا اینکه مثل امت میخواین صبر بکنید تا خدا الله تصمیم بگیره برای شما و شما رو انجام بده، یا روشن فکرها هنوز نتونن روشن بشن؟ شما یه دقیق جواب کوتاه الاس خانم بفرمایید. مسلما نخیر آقای امانی، ما منتظر آمریکا نمیشینیم و منتظر خدا و مذهب هم نمیشینیم. همین الان با حضورمون در این برنامه ثابت کردیم که در مرحله عمل هستیم و مطمئن باشین که عمل خواهیم کرد و در حد حرف نیستیم. درود بر شما. من آقای موسوی رو از دست دادم، ولی بنیان جان، وحید جان شما بفرمایید. نه من مسلمان مثل همه دوستان مطمئنم، همه دوستان میگن که ما منتظر آمریکا نیستیم و خودمون میخواییم یک کاری بکنیم. سپاس از شما. آرش جان؟ من هم همچنین دوستان عزیز، ما منتظر هیچ کدوم از کشورهای غربی نیستیم، با اتکا به نیروی خودمون و اینکه مردم ما بفهمن به ویژه جوانا دارای چه قدرتی هستن میتونیم این حکومت از پای در بیاریم. درود بر تو. کوروش جان از اهل اصفهان بفرمایید. عزیزم قاعدتا نباید منتظر کسی باشیم، ولی این شرایط فعلا به ما تحمیل میکنه که ما هم چشممون به دولت غربی هم یک طرف باشه، ولی دوست نداریم که منتظر هیچ کشوری باشیم و به شخصه بگم منتظر هیچ کشوری نیستم، چون منافع کشورمون از خودمون تامین میشه و هیچ کسی به فکر منافع ما نیست و با خودمون باید باشیم. منتظر الان در دست نیستیم. سپاسگزارم. حمیدرضا جان از اهل گردشت کرج. جناب امانی عزیزم، مطمئنن خب ما با خودگرایی و خرد اندیشی میتونیم هر آن چیزی که میخوایم برای خودمون رقم بزنیم و اون چیزی که امروز داریم نتیجه جهل و شاید عدم خردگرایی گذشتمون بوده. سپاس از حمیدرضا جان. آقای عباس از اهل آذربایجان. مطمئنم جناب امانی، هموطنان فرهیخته من، علارغم نظر برادر عزیزم شهرام، هموطنان فرهیخته من منتظر امریکا، انگلیس و دیگر سیاست ها، دیگر دولت ها نخواهند بود و انشالله با کمک ما، با کمک شما، با کمک اپوزیسیون راه خودشون رو پیدا خواهند کرد. ان شاء الله من بذارم کنار، با کمک قدرت خودتون بهتر کار میکنه. عباس جان،
سعی جان شما از اهل عراق یا همون چون اسم شما نمیخوام بگم خمینی بفرمایید. من شما درود بر شما جناب امانی. من به یه جمله به شما میگم، به شما، به دوستان، اونم اینه که ما مردم ایران یعنی نمیدونیم که این همه جنایتی که داره رژیم میکنه توی سوریه، توی لبنان، توی عراق، توی افغانستان، دنیا اینا رو نمیبینه؟ دنیا تمام اینا رو میبینه، دنیا اینجوری میخواد، ولی ما مردم ایران خودمون باید تصمیم بگیریم که دوباره ما بشیم، دوباره ایرانی بشیم. درود بر تو عزیزم، درود بر تو. آرمان جان از اهل آبادان، شما نظرت چیه؟ فوتکار مسلمن تکه بر ایرانیت و خودگرایی و خودکفایی همیشه ما میکنیم، اما خب مسلمن بازی های جهانی هم که دوست عزیزم هم اشاره کردن متأثر خواهد بود، اما همه اون بازی ها رو هم ما میتونیم تغییر بدیم به شرطی که اول قوی بشیم، بتونیم یک تمرکز و یک انسجام درون خودمون، درون اپوزیسیون به وجود بیاریم، صدا بشیم که بتونیم بریم با دنیا صحبت کنیم که حالا اونها هم بازی هاشون رو به سمت بازی های ما تغییر تحولاتی بدن. الان میبینیم که فلسطین رو این همه توی اوبو کرنا کردن، ولی یادشون رفت که توی ایران این همه جوان ها کشته شدن. اگر از سوریه چه اتفاقاتی افتاد؟ درود بر شما. من فقط چون این طرزه بحث تجزیه طلبی و بحث میان جدا شده اینا خیلی توی اروپا پخش شده و دوام دنیا، من میخوام به همه دوستان بگم تا زمانی که آرمان نمیذاره یک وجب از طرف خوزستان کم بشه و تا زمانی که وحید نشسته بغل شما امکان نداره بذاره یک وجب از کردستان کم بشه، اینا قول بهتون میدم با این جوان ها امکان نداره این اتفاق بیفته. ولی برگردیم تا زمانی که ما صحبت میکردیم در سه جلسه، من سوالی داشتم و شما صحبتی داشتیم، اعتراض کردیم، شما جوانا اعتراض کردیم، ناراحت بودیم، آقا ما رو به بازی دخالت بدیم، بذاریم ما هم کارمون رو بکنیم، ما همین 7-8 نفر که شما صداتون میزنید در خارج از کشور چه کار کردیم و شما قبول کردیم، ما همین چند نفر در ایران ببینیم چه کار کردیم و دشمن کمرش شکست، این موج رو ما درست کردیم و بذاریم و شما اعتراض کردیم و اعتراضتون هم درسته و جواب شما هم شنیدید از دوستان و شما سوال حرف کلام آخری که شما در این سه جلسه زدیم، ما عبور کردیم از مصدق و شاه و 28 مرداد، ما به آینده نگاه میکنیم و به حال و به فرزندانمون، به آیندهمون، به کشورمون و خاکمون داریم نگاه میکنیم. این اتفاق افتاد و فقط با یک کلمه بله یا نه درسته امروز خانم؟ بله بله ما عبور کردیم. همین آرش آقای بنیادی؟ بله بله 100% عبور کردیم. مگه عبور نکنیم که تو هم اندیشه های ببخشید گندیده گذشته اون نیمه بروش از شما چی؟ و این رزا شما شو بفهم با یه کلمه عبور کردیم، عبور کردیم همه بله، بس ما همه عبور کردیم. بله عبور کردیم جناب امانی، همه بچه ها عبور کردن از این مسئله. یعنی چی؟ من دوست دارم کارگردان عکس رو نشون بده، یه عکس رو روی تصویر نشون بده، بچه ها با هم دیگه یک پلی درست کردن، ارتباط به هم دیگه، تهران، شیراز، سنندج، قم، اصفهان، گردش، آذربایجان، عراق و آبادان. بچه های دیگه کجا هستن؟ مشهد کجا هستین شما؟ بلوچستانی ها کجا هستن؟ کرمانی ها کجا هستن؟ شمالی ها کجا هستن؟ همه تون بیاییم پیوند کنیم با بغل این دوستان و صحبت کنیم. من سوالی که دارم از شما و هر کدومتون خیلی کوتاه جواب بدیم خواهش میکنم، از الناس خانم شروع میکنم. دشمن اصلی شما کیه بانو؟ دشمن اصلی شما کیه؟ جمهوری اسلامی بعید جان؟ جمهوری اسلامی و یک تفکر افراطی در همه زمین ها میتونه وجود داشته باشه. بله آره جان، جمهوری اسلامی که برآمده از تفکر آخوندیسم، یک حکومت فاشیستی مذهبی، دشمن اصلی ماست. درود بر تو کورا جان. جمهوری اسلامی و تمام جهاندازان نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه. درود بر تو حمید رضا جان.
دشمن اصلی ما ایدئولوژی خود اسلامه. درود بر تو عباس جان. دشمن اصلی ما تئوکراسیه که به نام جمهوری اسلامی سیطره‌اش رو بر ایران ما نشون داد. درود بر تو آرمان جان. مطلبان جمهوری اسلامی ولی غالب اصلیش رو اگر بخواییم بگیم خمینیزمه، برای اینکه ما رو گول میزنن میگن جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه یا امثاله هم ما مطلبان همه اون خواهیم. درود بر شما. بس اینجا ما نتیجه میگیم شما دشمن شما چپ نیست، دشمن شما پادشاهیان نیست، دشمن شما جمهوری خواه نیست، حتی دشمن شما هم که آمریکا و اسرائیل و دنیا نیستن، اونا بازی سیاسیشون رو میکنن، شما باید بازی سیاسیتون بهتر باشه، مثل فوتبال اونا میتونن بازی بهتری بکنن به خاطر اینکه مربی بهتری داشتن، کشور خوبی داشتن، هر سرزمین خوبی داشتن، رفاه داشتن، آسایش داشتن، بهتر میتونن گل به شما بزنن. و شما مگر همچین موقعیت سیاسی داشته باشید مطمئن باشید شما هم میتونید به تمام آمریکا و دنیا و اسرائیل و فلسطین و هر جای شوروی گل بزنید تا زمانی که شما هم به اون موقعیت برسید. من اینو اشتباه فکر نکنم. بس من این نتیجه که میگم از دوستان میخوام سوال بکنم که بس حالا که دشمن شما جمهوری اسلامی، آیا شما برانداز کل جمهوری اسلامی هستین یا اینکه میخوای یک کمیشو نگه داری حالا رنگش کنی حالا برانداز هستین کل جمهوری اسلامی؟ بانو الناز 100% 100% براندازی جمهوری اسلامی هدف نهایی ما. سپاس از کجا فهی جان؟ براندازی آرش جان؟ براندازی جمهوری اسلامی در تمامی شکلش. درود بر تو کوروش. براندازی جمهوری اسلامی درود بر شما حمید رضا جان. تحول در نحوه اندیشه کردن مردمان کشورمون و خردگرایی دوباره. درود بر شما، با کمک شما به تو می که انجام میشه مطمئن باشید. عباس جان شما چی؟ مسلماً ما گول گردش به چپ و راست جمهوری اسلامی و سرانش رو نخواهیم خورد و تا سرنگونی رژیم ما فعالیت خودمون رو خواهیم کرد. درود بر شما سعی جان. جناب احمدی سوال قبلی شما از من نپرسیدید. دشمن اصلی ما خرافات دینی و افرادی که در اپوزیسیون به عنوان مخالف هستن، این دشمن اصلی ایرانی هست به نظر من. در این مورد هم خواهان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی با خرافات دینی. مورد برتا آرمان جان. خب من براندازی کلید رمز رنسانس ایرانی هست. درود بر شما. پس شما به این نتیجه رسیدین که باید کل دشمن بره. من میخوام به شما جوان ها یه چیزی نشون بدم. وقتی شما تمام ویدیوها، تمام شعرها، تمام آوازها، تمام فیسبوک ها رو نگاه میکنید، ببینید جوان ها برای شما ایران ایران میخونن که الان پخش کردم. جوان ها توی تمام پارک ها با پرچم که خودتون اولین قدم رو میزنید هستن، براتون مینویسن. ببینید چقدر نوشتن به خاطر شما. من میخوام از کارگردان این ویدیو رو نشون بده، شماره 3، فقط اون صحنه رو نشون بده. حتی جلاد هم با شما هست. شما این فیلم همه جا پخش شد جوانا، همه جا پخش شد. در یک دو اعدام در اهواز اتفاق افتاد در یک مدرسه و نشون بده و همه درباره این ویدیو صحبت کردن، ولی یک موضوع رو متوجه نشدید. هیچ کس متوجه نشد این موضوع. من دارم میخواد اینو خوب نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. نگاه کنید وقتی که اعدامی رو دارن اعدام میکنن و اعدام است، ببینید همون جلاد منتظر آزادیشه که با چه سرعتی این اعدامی رو نجات داد. و نگاه کنید کسی که صندلی رو از زیر پاش کشید با چه سرعتی طناب رو پاره کرد. فقط خوب نگاه کنید با چه سرعتی با یک حرکت طناب رو پاره کردن و خود پلیس رفت زیر اعدامی و نجاتش داد. یعنی ما با شما هستیم، ما هم نمیخوایم این اعدام بشه. این معنیشه. نگاه کنید، فقط اگر اعدامی متنفر بود میگذاشت خفشه بازی میکرد، ولی با یک ضربه چاقو طناب رو پاره کرد. شماها مردم آماده هستن، شما خارج از کشور جدی نیستید. اگر دوستان جدی بشن
مطمئن باشین جلاد هم بغل شما میسته. اینو خودتون بچه ها بهتر خبر دارید. اینو من مردم آماده هستن. من میخوام از شما یک سوالی بکنم و چون میخوام این سوال 5 دقیقه بهتون وقت بدم، فکر کنید که چی این جواب این سوالو. و سوال من اینه که شما جوونا به چی احتیاج دارید؟ به چی احتیاج دارید؟ به چی ابزاری احتیاج دارید؟ کمبوداتون چیه؟ کمبودای شما جوونا چیه؟ و میریم برمیگردیم 5 دقیقه وقت داریم بنویسیم. و این آهنگی که یک سپاسگزاری میکنم از آقای افشین عبداللهی و بانو مریم که این ویدیو کلیپ رو درست کردن که صدای طبیعت هم گوش کنید، صدای طبیعت ایران که با شما حرف میزنن. منم احتیاج به کمک دارم. نگاه کنید و طبیعت به شما چی میگه تا دوستان برگردن ببینن ما چی احتیاج داریم، ما جوانا چی احتیاج داریم. میریم و برمیگردیم. مرگمون نوشته
شما ای جمهوری خواهان و یا طرفداران نظام پادشاهی، هواداران خلق قهرمان و مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان، مشروط خواهان و فعالان سیاسی با هر عقیده و از هر قومیتی که هستید، آیا وقت آن فرا نرسیده است که به جای مبارزه و ستیزی که در 35 سال گذشته با یکدیگر داشته اید، یک بار هم که شده در کنار مردم ایران بایستید و فقط به فکر نجات ایران باشی؟ همگان با غم دل، دل خسته از این بغض غریبونه ما. بله هموطن عزیز، ما همونجوری که همیشه گفتم، ما پیام بازرگانی نداریم، ما پیام شما رو داریم، ما پیام طبیعت ایران رو داریم که به شما بگه که ما هم داریم میمیریم، ما هم داریم خفه میشیم و شوخی نیست، و شوخی نیست این موضوع که سپاسگزاری میکنیم از آقای افشین عبداللهی و از بانو که به بسیار صدای طبیعت رو به شما نشون دادن و امیدوارم پذیرا قدقل بهتون رفته باشه. دوستان عزیز، من سوالی که از شما کرده بودم، شما به چی احتیاج دارید؟ ابزاری که میخواین چیه؟ اسب، خنجر، کامپیوتر، پول، نمیدونم چی، ماشین، چی ابزارهای احتیاج دارید که شما بتونید اون حرکتی که الان به همه هموطنان گفتیم ما سب نمی کنیم، شما بنشون بدین که با این ابزارها میتونید تکون بدین، شما میتونید تهران رو با الناس تکون بده، میتونه آقای موسوی که تشریف نتونستن بیان به خاطر تعداد از شیراز تکون بده، آقای وحید از سندش رو تکون بده، آقای آرش رو از قوم رو تکون بده، آقای کوروش از اصفهان رو تکون بده، آقای حمیدرضا از گردش رو تکون بده، آقای عباس آذربایجان رو تکون بده، آقای سعید از عراق و بروجرد رو تکون بده، و آرمانم که مطمئن باشین اهواز و دسپور و آبادان و خرمشهر رو همه رو تکون میده. شما احتیاج به چه احتیاج دارید؟ و من اول قبل از که این جوابو به من بدین، من از شما، از بانو سوال میکنم، شما از هموطنان خودت در تهران چی انتظاری داری؟ بانو چی انتظاری داری برای تو در عرض 30 ثانیه اگر میتونی به من خواهش بکنی؟ بله، انتظار من فقط اینه که خیلی یعنی فراموش نکنن که غرق در زندگی روزمره نشن، ببینن، چشمهاشون رو باز کنن، اگر برای همسایه‌شون مشکلی پیش میاد نگن به ما ربطی نداره، مشکل ما نیست، یا جمله‌ای که خیلی روزها میشنویم، به ما ربطی نداره، ما سیاسی نیستیم، ما زندگی عادی میخوایم، در صدی که باید بدونن که تمام این ذره ذره زندگیشون به سیاست پیوند خورده، پس نمیتونیم بگیم ما سیاسی نیستیم، نمیتونیم بگیم ما، برای ما مهم نیست چه بر سر همسایه ما میاد، برای ما مهم نیست چه بر سر زندانی سیاسی میاد، نه، باید هممون با هم متحد باشیم. خواهش ازشون میکنم یک کمی چشمهاشون رو بیشتر باز کنن، نگاه کنن، احساس مسئولیت کنن نسبت به هموطنشون، نسبت به همنوعشون. ما هممون سیاسی هستیم. درود بر تو بانو. وحید جان شما؟ من از تمام هموطنانم میخوام که در وهله اول فکر نکنن که یک روزی، فکر نکنن که الان اگه جاشون گرمه، خوبه، خونه زندگیشون سر و سامونی داره، فکر نکنن که نمیاد سراغ اینا، این بلایی که سر زندانیا میاد، این شکنجه‌هایی که میکنن، یا این اعتصاب قضایی که از طرف خودشونه، فکر نکنن این مشکلات سراغشون نمیاد، یه روز هم دامن اونا رو میگیره ناخواسته، یه روز میبینی یه تلفنی به جایی میکنن، یه کاغذی میفته دستشون، خود جمهوری اسلامی میاد جلوشون رو میگیره، میگه این چیه، میبرنشون زندان. پس این اتفاقیه، ممکنه گریبان همه رو بگیره. همونجور که بانو گفتن، فکر نکنید که
جدا هستید و بگید ما کار نداریم با سیاست، همیشه سیاست جلوی ما رو گرفته و میاد طرفمون، و حمایت بکنن از کارهای کسانی که واقعا دارن تلاش میکنن که مردم رو آگاه بکنن. سپاسگزارم. آره جان شما بفرمایید. از قوم اهل قوم. دوستان عزیز، ما به حمایت همه شما، ما به بودجه، به همه ایرانیان عزیز، هم از مرد و زن و دختر و پسر، به همه شما احتیاج داریم. به این احتیاج داریم که شما به یک باور برسید و از این حالت بیتفاوتی خارج بشید. ما به نیروهای مسلح که ناراضی هستن و منتظر روزی هستن که وظیفه خودشون رو در اون روز تاریخی نشون بدن احتیاج داریم. ما به مهر و محبت و دوری از کینه و خشم و دروغ احتیاج داریم. در آخر همه در آخر این صحبت هم، ما احتیاج به یک تشکل و یک سازماندهی داریم که از تک تک شما شروع میشه، و من به همه این دوستان که در کنار من هستن احتیاج دارم. سپاسگزارم. درود براتون. آره. کوروژان از اهل اصفهان، بفرمایید کوروژان. بهتره که ما میتونیم داشته باشیم. صدای من هست؟ بله بفهمم. صدای من. بهترین ابزاری که ما میتونیم داشته باشیم انسان‌های آگاهه، و اینکه همون انسان‌ها بی‌تفاوت نباشن به پیرامونشون، به اعدام‌هایی که در ایران میشه، به زندانیان سیاسی، به شاعرایی که امروز بهترین شاعرها رو داریم در کشورمون که در زندانن، بهترین دکترها، مهندسها، دانشجوها. مطمئن باشید اگر امروز بی‌تفاوت نسبت به اونا باشیم، که بهترین موضوعی بود که دوستای دیگه هم گفتن، اگر بی‌تفاوت باشین مطمئن باشین که فردا برادر خودمون، خواهر خودمون و حتی شاید خودمون توی اون زندان باشیم، به دلیلی که خیلی ساده میتونه باشه و اصلا ما فکرش نمی‌کنیم و نگیم سیاسی نیستیم. این بهترین ابزاریه که ما میتونیم به عنوان اپوزیسیون داشته باشیم، یعنی مردم آگاه و با تفاوت. خیلی ممنون. حمیدرضا عزیز از گوهردشت کرج. جناب امانی عزیزم، من خب دوستان هر کسی از هر شهری مسلما احتیاجات خودش رو میگه. من فضا میخوام که اون چیزی که خودم به عنوان یک نویسنده و یک منتقد سیاسی و شاید مذهبی بخوام بیان بکنم، فضای کافی برای ایجاد یک تغییر تحول فرهنگی سیاسی، یا به قولی از طرف آرمان عزیزم که فکر میکنم یه مقداری نگرش سیاسی مونم به هم دیگه نزدیکتر باشه، یه رنسانس ایرانی ما نیاز داریم. و تا روزی که نتونیم یه تفاوتی بین ملت و فرهنگ عرب و ملت و فرهنگ ایرانی رو تمیز بدیم، همچنان در همین راه خواهیم بود. من به عنوان یک نویسنده سلاحی که نیاز دارم نه شمشیره، نه تفنگ، نه باتونه. توی یکی از مقالاتم نوشتم سلاحی که در دست من هست یک قلم هست، و این قلم من از شمشیر جمهوری اسلامی برنده تره، از باتونی که اونها دارن کوبنده تره، و از تفنگ اونها هم کشنده تره، چون مستقیما به اندیشه و تفکر مردمان نشونه میره قلم من. متشکرم. همین جان، این نشوندنده نیروی مثبته که با مثبت میتونید دشمنیت از بین ببرید. ولی قشنگتر عباس جان شما بفرمایید از آذربایجان. فکر کنم بله آقای عباس قطع شده. آقای سعید از عراق. سعید جان. جناب قوانی، من فکر میکنم سوال یه مقدار منحرف شد با سوال بعدی، جا به جا شد. در اصل ما شما از هموطن خودت، از هموطن خودت که در عراق هستن، بروجرد هستن، همشهری خودت اول از فامیل خودت، اول از همشهری خودت، چه انتظاری دارن و چه انتظاری داری ازشون؟ همکاری یا اینکه روشون رو بر کنن؟ شما ببینید، همین از سوال خیلی ساده ایه. بله من از مردم عراق، از مردم استان عراق، از دوستانی که همین الان نشستن توی عراق دارن میبینن برنامه رو، خمین، جایی دیگه، من فقط اینو میخوام، بی تفاوت نه. یعنی پیامی که شاهزاده رضا پهلوی دادن، بزرگترین دشمن ما مردم بی تفاوتیه. من یه چیزی دیگه هم بهش اضافه میکنم، بی تفاوتی بعدش به خود آمدن مردمه، یعنی مردم خودشون رو پیدا کنن دیگه، بقیهش درست میشه. یعنی وقتی مردم همدیگه رو پیدا کنن، یکی بشن، این یکی شدن دیگه هیچ دشمنی نمیتونه جلوشون وایسه، فقط بی تفاوتی و به خود اومدن. یادت باشه سعی جان، یادت باشه برای کشتی بی حرکت موجها تصمیم میگیرن، تا
که چجوری حرکتش بدون شما موج درست میکنید. این یادتون باشه. الان عباس جان تشریف آوردن از اهل آذربایجان. عباس جان جواب شما چیه؟ من از ملت آذربایجان، از مردم عزیزم، از دیگر شهرها تقاضا میکنم که کمک کنن به هم دیگه که این نسیان حافظه تاریخی که به وجود اومده از طرف دولت و ما تاریخ خودمون رو فراموش کردیم و یادمون رفته که چیها به ما گفتند و چجوری عمل کردند رو دوباره بخونیم، بهش مراجعه بکنیم، برخیزیم، به خودمون بیایم و نترسیم. اونهایی که زندان رفتن، اونهایی که اعتصاب کردن، اونهایی که اعدام شدن، اونها هم انسان هستن، اونها هم خانواده داشتن، مثل من، مثل شما، مثل دیگران. اگر ما خاموش بمونیم همون جوری خواهد موند و مراجعه بکنیم، ببینیم که چه قولهایی به ما دادن و چه جوری عمل کردن و برخیزیم. به پا خواستن قیمت داره و ما باید این قیمت رو پرداخت بکنیم. درود بر تو عباس جان. آرمان جان از اهل آبادان، شما نظرتون چه انتظاری در از اهواز، از خرمشهر، از آبادان، از هموطن همشهری خودت و از هموطنان خودت داری؟ چه انتظاری داری؟ یواش نازنین، جواد موسوی الان برای من یه چیزی نوشته، من میتونم جواب همین سوال شما میده. از مردم شیراز درخواست دارم که یه سری بزنن به سوزگری و ببینن که جوانهای مملکت چجوری روزانه دارن اونجا به مصرف مواد مخدر نابود میشن. اما من سوالم و صحبتم با کل مردم ایرانه. یک، ما احتیاج به یک دگرگونی و تحول اخلاقی و فکری داریم، به نوعی یک رنسانس در اپوزیسیون بین مخالفین. و نکته دوم اینه که از مردم داخل خارج از کشور میخوام که از رسانه ها، از اپوزیسیون، از چون بودم دولت مردم ما که به اصطلاح توی روشن فکران ما، بخوام که واقعا به جوان ها میدون بدن، چون که ما حرف میزنیم عملا میکنیم خودم دیدیم. و مهمتر از همه این نکته آخری بسیار بسیار مهمی که میخوام با خارج از کشور بگم، ما احتیاج به اسپانسرهای مالی داریم. جوان نیرو داره، انرژی داره. بارها شده من از اون اشتوتگارت خواستم برم فرانکفورت یا کلن برای یک تظاهرات یا یک نشست، به دلیل مشکلات مالی با مشکلات فراوان تونستم خودمو برسونم، من نتونستم حضور پیدا کنم. یک نمونه بسیار کوچکی از این داستانه. و همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، این بچه های جوان و بچه های جوان دیگه ای که ما در ارتباط هستیم، پروژه ها و افکار بسیار بزرگی دارن که نیاز به کمک، واقعا کمک دارن، مخصوصا از نظر مالی. و امیدوارم هممیهنان کمک بکنن. این سه تا مسئله، یکی اینکه دگرگونی، بخوام که جوانها به صحنه بیان از رسانه های دیگه و تشویق کنن رسانه ها و کسانی که همچون سیاوش نازنین، که من اینم بذارید بگم 15 ثانیه، 3 سال پیش سیاوش امانیه نازنین اولین کسی بود در بین مجریان تلویزیونی بعد از همراه با سعید بهبهانی که اومدن رو به جوان ها میدون دادن. هنوز هم داره این کار رو میکنه. درود بر تو سیاوش عزیز، تشویق کنید این همکاران، هم این فرهاد هممیهنان و واقعا وطن دوستانی که میدون میدن به جوان ها، و این واقعا شهامت سیاسی و قدر مقطع تاریخی رو هست. سپاسگزارم آقای مجان. وظیفه است، واقعا یک وظیفه شب. حقیقتا بگم از حالا که این صحبتشو کردیم، من شومن نیستم، من همینم که جلوتون هستم، خودمم شو اجرا نمی کنم، برشم برم خونه، برم پینگ پونگ بازی کنم یا برم بگردم. واقعا استادیم تو نجات پیدا کنم، همه رو برگردیم میدم. سپاس کنم. میبینیم که دیگران هم دارن این کار رو شروع میکنن و این کردیت رو باید به شما داد که اولین کسی بودی که این کار رو شروع کرد. من آرمان جان، یه خوب شعاله که ما صحبتش کردیم، بحث رو بردیم، بذار یه کلمه بگم. من امیدوارم، من مطمئنم دشمنمون و دشمن شما جوان ها، مطمئن باشین شبیه سازی میکنن، مطمئن باشین بهتون رخنه میکنن، مطمئن باشین بهتون حمله میکنن، بهتون تهمت میزنن، بهتون براتون پرونده سازی میکنن، مطمئن باشین حتی شده بدل سازی کنن در تلویزیون های دیگه که این اتفاق بیفته. امیدوارم بدل سازی نکنن، بهترش رو درست کنن و بهتر از این درست کنن که موفق بشید. یعنی یک نفر، یک اتفاق بیفته، ملت ایران برنده بشه. ملت ایران هر کاری میکنید، ملت ایران برنده بشه. من و شما مهم نیست برنده بشیم، یا که شومن باشیم در این تلویزیون ها. و امیدوارم بچه ها بتونن موفق باشیم و شما هم هستین، چون و همین به قول دشمن یه 20-30 نفر تو خیابونای خارج میرن پرچم میبرن، شما همه جا رو گرفتین با همین 20-30 نفر. مرسی از این تعدادتون، پس قدرتتون رو نشون میده که چجوری میتونید ببرید با همین 20-30 نفر. ولی سوال من از بانو الناز
به چی احتیاج داری، چی میخوای، تهران رو چجوری میتونی تکون بدی، چه وسیله‌ای، چه ابزاری احتیاج داری؟ بله ببینید، همونجور که قبلا هم گفتیم، من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، ما بارها ایراد گرفتیم از اپوزیسیون سنتی که اراده لازم برای مبارزه رو نداره، شعار میده، صحبتاش پراکنده است، هر کسی به اسم خودش از زبان خودش صحبت میکنه. در این مقطع زمانی ما نیاز به یک مرکزیت فکری، به دور از شعاردهی و واکنشگرایی داریم. در این مقطع زمانی ما نیاز به اتحاد بین تمام گروه های خارج از کشور داریم و همینطور که دوستان گفتن، در کنار همه اینا مسئله مالی هست. ما باید یه جوری ساپورت بشیم که بتونیم اهداف و برنامه هایی رو که داریم در خارج از کشور پیاده کنیم. از طرف هموطنانم در ایران میخوایم که به ما اعتماد کنن، بدونن که ما هممون از خودشون هستیم، همون کسانی بودیم که جنبش سبز رو راه انداختیم، در خیابان‌ها بودیم، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای در زندان‌ها هستن و اینجا نیومدیم شو اجرا کنیم یا حرف بزنیم و بریم. نه، ما اینجا برای عمل هستیم. خواهش می‌کنیم ازشون به ما اعتماد کنن و پشتیبان ما باشن که بتونیم حداقل قدمی برای آزادی مملکتمون برداریم. سپاسگزارم. بایی جان، آیا منی عزیز، بکنم سوال اصلی توی این چه چیزی احتیاج داری؟ ببینید، من در مورد خودم حرف میزنم چون که این حرف خودم برمیگرده. و آیا مانی عزیز، من دوستان دیگه در جریان باشن، من در حیطه فرهنگی حالا چندی مدت دارم کار میکنم و شبکه تلویزیونی اینترنتی دارم و اسمشم صوت سیاسیه و یک مستندی هم که شما خودتون پخش کردید در اینجا. من به نوعی خودم میتونم از اینجا مستمر ثمر باشم و بتونم کاری بکنم چون که بلدم این کار رو. و اینه که خیلی با دست و پا شکسته من تا حالا تونستم چندین تا مستند درست بکنم و حالا توی شبکه‌های اینترنتی پخش. ولی من نیاز دارم به اینکه لپتاپ داشته باشم، نیاز دارم به اینکه دوربین داشته باشم که کار با کیفیت بکنم و روی مردم تأثیر بذارم. و اگه کسی باشه و مورد ما رو حمایت مالی بکنه، من این خواسته هامه، اگه کسی وجود داشته باشه. اوکی، همین؟ من همین بایجان، همین؟ اوکی، باشه، خیلی هم خوب. حمایت مالی، فقط درخواست کمی بفهم. خیلی کمه. اگر با یک لپتاپ کارت رو انجام میده، چرا نه عزیزم، داریم دست بل داریم اون چیزی نیست که من بتونم کار با کیفیت دار درست بکنم. درود بر تو عزیزم. آرش جان، شما چه ابزاری احتیاج دارید؟ ببینید دوستان، هر کدوم به هر حال شرایط خودشونو گفتم. مسئله اصلی یک بودجه که امیدوار هستم از سوی تمام کسانی که خواستار تغییر بزرگ هستن این فراهم بشه و یادمون باشه که این بودجه نباید در یه جا تمرکز داشته باشه که حتما رژیم میاد نابودش میکنه. باید یه جوری باشه که به هر کدوم از این دوستان که یک امکاناتی احتیاج داره بهش ارسال بشه. حالا حتما بودجه هم نمیخواد بشه. مطلب بعدی اگه اینجا اجازه بدید، ما به حمایت همه دوستان احتیاج داریم. ما به حمایت تمام کسانی که خواستار تغییر واقعی هستن و خواستار این هستن که ما از این حکومت سیاه بیایم بیرون احتیاج داریم. تمام تلویزیون ها و رسانه هایی که هر روز و هر شب صبح تا شب فریاد میزنن به نام ملت ایران، امروز جوانان ایران در این برنامه دارن صدا میزنن. ما احتیاج به محیطی داریم تا صدای خودمون رو به بقیه دوستان برسونیم. پس شما امروز تکلیف خودتون رو باید مشخص کنیم. هر کدوم از ما سهمی رو داره و سعی میکنیم در جایی بتونیم نظرات خودمونو بدیم. من مژده میدم خدمت همه دوستان، یک برنامه رادیویی هم از این هفته به بعد انجام میشه که خودم میزبان تک تک شما خواهم بود در اون برنامه رادیویی در رادیو مادر که آقای محبی زحمت کشیدن اینو به ما دادن. و امیدوار هستم بقیه رسانه ها هم بتونن این کار رو انجام بدن و ما رو حمایت و پشتیبانی بکنن. مسئله خودباوریه، مسئله حمایت کردن، تنها نذاشتن این دوستان، نگاه نکردن، به حرکت افتادنه. حکومت از همین میترسه. دوباره به شما آره جان. کوروش جان از اهل اصفهان، شما چی ابزاری احتیاج دارید؟ چی فکر می‌کنید که بتونی
اصفهان رو که صدای اصفهان هستیم میخواییم به دنیا برسونیم و همه با هم اتحاد پیدا کنیم. این پلو چجوری میشه درست کنیم؟ برای اینکه کشور یک مرکزیت برای اپوزیسیون داریم، این چیزی بوده که ما همیشه کم بود داشتیم ازش، و اون مرکزیت باید دست جوان ها باشه، باید دست نسل جوان باشه، دست ما باشه، و در کنارش هم یک پشتیبانی مالی نیاز داریم که دوستای دیگه هم گفتن، پشتیبانی مالی و صرفا هم نباید یک بودجه باشه، همون چیزی که دوست عزیزم قبل از من گفت، و باید پخش باشه به تک تک اون کمک بشه و ما بتونیم خودمون رو در یک جا جمع بکنیم، در مثال میزنم در یکی از شهرهای آلمان جمع بکنیم و یک مرکزیتی داشته باشیم که بتونیم از اونجا فعالیتمون رو رهبری بکنیم و بعد از اونم نیاز به یک رهبری داریم. ولی اینا اول باید برآورده بشه که بتونیم به یک رهبری اپوزیسیون برسیم تا بتونیم جمهوری اسلامی رو کمی با کنشگرایی، نه با کنشگرایی، بلکه با کنشگرایی فشار بدیم بهش و بتونیم از میدون کار بفرستیمش کنار. خیلی ممنون. نوبت آقای همین رضا از گردشت، شما چی احتیاج دارید؟ جناب سیاوش عزیزم، من فکر میکنم دو هفته پیشم توی برنامه قبلی هم تقریبا یه همچین بحثی داشتیم. حالا علاوه بر این که دوستان گفتن بحث مالی، خب حمایت مالی یه بحثی که به هر حال واجبه، اما خیلی مهمتر از بحث مالی و واجبتر از این به نظر من یک با خود باوری و یک باور به جوانهای امروزی. فرض مثال من خود نوعیم رو مثال میزنم، من حمایت مالی نشدم، اوکی، حالا از هزینه خودم اومدم، من اینجا عقایدم رو نوشتم، یه کتاب چاپ کردم در کشور سوئد با هزینه چند برابری که شاید تو ایران میتونستم این کار رو بکنم، به صورت رایگان این کتابم رو در اختیار هموطنانم گذاشتم. اما آیا هموطنان من واقعا این کتاب رو میخونن؟ چند درصدشون یعنی از اون کسایی که اون کتاب رو من در اختیارشون، چند درصد بهتون قول میدم شاید 80 درصد این کتاب رو چند ورقش رو چند تا برگش رو ورق زده باشن یا گذاشته باشن کناری. و به غیر از اون حمایتی که من لازم دارم، حمایتی که مثل کاری که شما دارید میکنید جناب سیاوش عزیز، ما جوونیم، ما همه رنج 20 سال 25 سال 28 سال 30 سال، خب مسلما دسترسی ما به شبکه‌های تلویزیونی، به اون کانال‌هایی که بتونیم کار یا عقیده یا نظرمون رو جهانی بکنیم یا به گوش همه برسونیم، انگلیسی میگن پروموتش بخوایم بکنیم، خب ضعیف‌تره. اما حمایتی هم از ما صورت میگیره. من مثل وحید جان نمیگم کسی بده به من یه لپتاپ بده یا پول بده یا فلان، من کارم رو کردم، من میگم کی میاد از من حمایت کنه که من اون چیزی که در سرم داشتم و تبدیل به کتابش کردم بتونم به همه هموطنان خودم بگم، حالا چه درست چه غلط، اینو لازم میدم مخاطبانم بیان نظر بهش بدن. اما متاسفانه حمایت مالی نداریم، حمایت پشتیبانی نداریم، صدامون به هیچ جا نمیرسه و اون دفعه هم من گفتم همه جا همچنان سانسور میشیم. متشکرم از شما که به هر حال همین شانسه که میدین که این صدامون رو ما باز به داخل بتونیم به یه جا برسونیم. همین دوستا جان عزیز، میخوام یه چیزی بگم، هر کسی مثلا وحید جان، آرمان جان، آرش جان، هر کسی دیدگاهشه که چجوری میتونه کمک کنه. مثل اینی که میمونه که وقتی که توی جبهه جنگ میری، یکی تفنگ داره، یکی خمپاره داره، و به خمپاره تو یکی آرپیجی داره، شما چه احتیاج دارید؟ اون با اون میگه من با این اصله میتونم بجنگم، شما هم گفتین که من جناب سیاوش عزیزم و مالی من خیلی عذر میخوام یه پرانتزی باز کنم، نیازهای ما مکمل همدیگه است. خب من یک نویسنده ام، کتابی نوشتم، نیاز دارم پروموتش کنم. وحید یه کسیه که کار فرهنگی میکنه، کار ویدیویی میکنه، وقتی نیاز اون برطرف نشه، نیاز من برطرف نشه، ما نمیتونیم. اگر نیاز اون برطرف بشه، شاید اون به عنوان یه جوان بتونه نیاز من رو هم برآورده کنه، یا من به همون صورت وحید رو. ولی وقتی هر کدوم از ما نیازهامون به جای خودش بمونه، هیچ کدوم نمیتونیم شرکت مثبتی انجام بدیم. دقیقاً درسته. برای همین فقط امروز درباره نیازاتون صحبت می‌کنیم، بعداً صحبت می‌کنیم که کیا میتونن بیان نیازات شما رو بدن. به مرحله میریم. و من شنیدم و اگر دوستان مثلا همه دوستان در یک نقطه خیلی مشترک بودن مالی، و اگر دوستان دیگه هم بازم مالی بگین صحبتش کنید که بدونن همه شما در یک نقطه با مثلا مشکل مالی هم دارید، یعنی بگن فلان مثلا کوروش جان گفت شما هم نگیم، نه بگید هر چی که نیاز داری بگید، چون شهر شماست و شهر شما احتیاج به مالی داره. عباس جان شما چی فکر میکنید؟ جناب سیاوش عزیز، من با
فرمایشات جناب شعبانی خیلی موافق هستم. علارغم اینکه ما نیازهای مالی داریم، در این دوره بیشتر نیاز ما تبلیغ وسیع هست که اون از طرف شما امکان پذیر هست و ساپورت کردن بچه ها و گروه به صورت ابلاغ رسمی هست که بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. فکر میکنم الان نیاز ما بله مادی هست، ولی ما هم میدونیم که الان زیاد امکان پذیر نیست، چون یک حرکت تازه ایه که شما شروع کردیم. خب من به نظر همه احترام میذارم، قبولش هم دارم، ما نیاز مالی داریم، ولی برای جنگ کردن، برای جنگ کردن یک رزمنده اون هدف خودش رو باید سرمشق قرار بده و خوب بجنگه و برای اون قیمتش هم پرداخت بکنه. شما در جنگ میدونیم که اون رزمنده‌ای که رفت تمام امکانات عراقی رو نداشت جنگید و پیروز هم شد. ما ایرانی هستیم، برای مبارزه خودمون هم، برای مبارزه خودمون هم خودمون باید به خودمون کمک بکنیم و شما هم به ما کمک بکنیم. نیاز مالی و مادی فکر میکنیم 10% 15% پروبلم های ما باشه. ما بیشتر نیازمون نیازهای تبلیغی شماست، وسعت دادن به این برنامه هست. اگر شما به ما کمک بکنین که قطعیت خط مش مشخص بشه، مردم سردرگم نباشن، بدونن ما چی میخوایم، واقعا بدونن، واقعا تبلیغ بشه سر این، بیشتر نیاز مردم رفع خواهد شد، بیشتر نیاز ما هم رفع خواهد شد. ما هم خواهیم دونست که با مردم چه چیزی رو باید صحبت بکنیم، چگونه باید صحبت بکنیم. سپاسگزارم بابا جان، سپاسگزارم. سعید جان شما رو فرمایید. خدمت شما عرض کنم جناب امانی، به نظر من در اولویتش، یعنی مهمترین چیزش، داشتن رهبریت، نه به شکل رهبریت خامنه ای و ملاها، نه، یه رهبریت واحد که اونم از نظر من فکر میکنم ما کسی دیگر رو نداریم جز خاندان پهلوی، جز شاهزاده رضا پهلوی، جز اولیا حضرت شهبانو، ما کسی دیگر رو من فکر میکنم نداشته باشیم. این یک، اولیش اینه، یعنی ایشون بیان راه مبارزه رو مشخص کنن، هدف ها رو مشخص کنن، تعریف مبارزات مدنی رو برای مردم باز کنن. وقتی میگیم مبارزات مدنی، خب خیلی افرادی هستن که خب میشه، این یک. دومی که اتحاد بین گروه های مخالف، یعنی اگه طرف کمونیسته، اون یکی جمهوری خواه، اون یکی پارلمان پادشاهیه، هر کی هر ایده سیاسی داره، فعلا باید بیان روی این متمرکز بشن. آقا یه دشمنی داریم به اسم رژیم ملاها، این دشمن رو ما باید اول از سر را برداریم. اگه به این تفکر رسیدن، بعد خیلی راحت میشه جمهوری اسلامی برش داشت، خیلی راحت‌تر از این که حتی خودشون فکرشو بکنن. جناب امانی، رژیمی به اسم جمهوری اسلامی الان استحکام نداره، فقط تنها چیزی که داره پوله، تبلیغاته، با افرادی که توی اپوزیسیون نخنمان، یعنی نخنمان دیگه، تابلو هن. سومیش اینه که شما که تلویزیون دارین با کانالای دیگه مثل کانال یک، بیان این افراد واسه مردم دستشون رو باز کنید، دستشون رو کنید، یک بار برای همیشه پرونده این رو باید ببند. امروز تب سوریه رو دارن، فردا تب عراق رو دارن، پس فردا تب افغانستان رو دارن. به هیچ عنوان به مسائل ایران، نه اینکه نخوام فکر کنن، خودشون نمیذارن که کسی هم فکر بکنه، یعنی مردم رو منحرف میکنن، افکار مردم رو، یعنی بر رژیم جمهوری اسلامی کارش اینه، تا خودش رو تو خطر میبینه سری چهار تا پول، یه پولی به چهار تا مزدور میده، یه جایی میرن یه تروریستی حرکتی انجام میدن، افکار دنیا رو میذارن رو اونور، یعنی مردم ایران رو از دید محو میکنن، از اون بر به جنایتش ادامه میده. این مشکل ما به نظر من، بعد از تمام این مسائل، یه سازمان واحد و 100% نیاز مالی. اجازه بفرمایید جان بهمان، من میتونم صحبت کنم؟ بله عزیز. جان بهمان، من اجازه میخوام یه پرانتز باز کنم بین فرمایشات جناب سعید. عباس جان، شما مسئله خودتو بگو، کاری به جواب اون چی داره، چی میخواد، اون شاید خودکار آبی میخواد بنویسه یا خودکار قرمز،
کاری نه. شما بی‌نظر خودت گفتی کاری نه، کاری نداشته باش. شهرهای دیگه احتیاج به چی دارن؟ یاد باشه آقای سعید قاسمی از همشهری خودش، صدای همشهری خودش داره میگه که من احتیاج به رهبریت دارم، اتحاد نیروی مختلف دارم، تلویزیون و رادیو تلویزیون احتیاج دارم، سازمان مرکزی دارم، یا اینکه مالی دارم. از صدای خودش به اجازه بدین عباس جان، عباس جان تا برمیگردیم. آرمان جان شما چه انتظارهایی داریم؟ من میخوام به بینندگان عزیز بگم که ما نیومدیم اینجا شو سیاسی احیا بکنیم و بقید یکی از دوستان خودمون رو مطرح بکنیم که دوستانی که مهمونه ما بودن قبلا، نه ما اومدیم واقعا یه کار عملی انجام بدیم. همه این جوانایی که اومدن خارج از کشور، اکثرا بچه همه خارج از کشور هستن، میتونن برن کنسرت دیسکو برن دنبال به قول گفتنی عشق و حال خودشون، اما وایستادن برای ایران دارن حرف میزنن یا میخوان دوست دارن که فعالیت بکنن. بعد نکته بعدی اینه که ما تازه اومدیم خارج از کشور و هنوز به اون صورت نتونستیم خودمون رو یک زندگی حتی نرمال داشته باشیم، اما دغدغه ایران داریم و اومدیم توی صحنه. از این نظر خب مطمئنا از نظر مالی هم به شکل قوی نیستیم و مطمئنا ضعیف هم هستیم. همونجوری که دوستان هم اشاره کردن، من هم خودم به حال مهندسی کامپیوتر خوندم، کارهای تبلیغاتی و نمیدونم فیلم درست کردن و دیدی که فیلم هایی که درست کردن، ولی خب با همین لپتاپ های خیلی سرعت پایین و اینا داریم کارامون رو میکنیم. اما مسئله اساسی سر اینه که ما افکار بسیار بزرگتری داریم. الان شما میتونید یه ویدیو کلیپ رو درست میکنید توی یوتیوب یا و یه مقداری خود بذارید و عده بیشتری ببینن. خب ما این بودجه رو که نداریم که ما اینجا فقط بتونیم گذران زندگی خودمون رو انجام بدیم و چند ساعتی هم برای ایران فعالیت میکنیم. خب خیلیه دکتر شاپور رفتن یک حرف بسیار زیبایی در سالهای پیش و گفت ما احتیاج به فعالین سیاسی حرفه‌ای داریم، یعنی اینکه بودجه زندگیشون تامین بشه تا حدودی که فقط و فقط 24 ساعته بتونن کار سیاسی بکنن، نه اینکه بخوایم ما افسر بریم کار بکنیم بعد بخوایم 4-5 ساعت بگیریم. اما برسم به نقطه آخری، یک چیزی دوستان اشاره کردن، ما رهبریت خیلی صرفا نمیخوایم بکنیم، ما مدیریت احتیاج داریم و مرکزیت. و نکته آخر من هم اینه که ببینید همینان عزیز، این نمیدونم بگم یا نگم ولی میگم که سیاوش هم هنوز نگفتم، ما میخوایم بچه هایی که تو خارج از کشور دیسکو میرن، کنسرت میرن و خودشون رو سیاسی نمیبینن، همینجور که دوستانم اول برنامه اشاره کردن، ما میخوایم اونها رو هم به حرکت در بیاریم. خب ساده نیست، کار بزرگیه. ببینید ما کجاها رو داریم نگاه میکنیم، پس ببینید احتیاج به کمک داریم، تبلیغاتی، رسانه‌ای و مطمئنن چیزی که خیلی مهمه مسئله مالیه. اگر میخواید کمک بکنید یک تحول بزرگی در سازمان کشور ایجاد بشه و جوانها بیان کار عملی انجام بدن، احتیاج به حرکت شما. ما اومدیم توی صحنه تو تظاهرات هم میریم و خواهید دید، ولی مسئله اینه که شما را آیا ما را ساپورت خواهید کرد، انگیزه خواهید داد که بیشتر حرکت کنید. بخیر، سپاسگزارم. آقا جان شما را یه انزه کاریون انتظار درود در تو، همش هم درسته، واقعا هم درسته. آقا جان سپاسگزارم. من مطمئنم که هموطنان خارج از کشور، داخل کشور، همشهریان هموطنان من، تهران، شیراز، سرندج، قم، اصفهان، گوهردش، آذربایجان، عراق، بروجرد، خمینی شهر یا آبادان، اهواز، همه شنیدن شما نیازاتون چیه؟ شما نیازاتون چیه؟ چی میخوای که این موج رو تکون بدید؟ یعنی چنان موجی رو بدید که کشتی به حرکت بیفته، کشتی که شما ناراحتید که میخواید برید از دیسکو بچه‌ها رو، حمایت بچه‌ها رو داشته باشید. این موجا احتیاج دارن که این وقتی که این احتیاجاتشون حل بشه میتونن موج رو حرکت بدن، انجام بدن. برای همین به نیازاتون باید داده بشه هر چیز زودتر و برنامه هست که مرتب با هم دیگه هر هفته با هم هستیم. امیدوارم که آقای وطنخواه این برنامه رو چندین بار تو تلویزیون پخش بشه، چون شو نیست، یک واقعیته و مطمئنم باشین حمله میشه به شما و مطمئن باشین که باید خودتون باید باهوش باشین که چجوری گول دشمن رو نخورید، چون دشمن رو دیدتون باشه یکی از کاراش نفاقه. حالا من میخوام قبل همه تن عزیز شما تمام خواسته ها و دیدگاهاشون رو گوش کردیم، یک سوالی که از دوستامو دارم، چی انتظار از گروه سیاسی دارید؟ از گروه سیاسی در یک جمله بانو از شما شروع میکنم، چی انتظاراتی دارید؟ بله
من ازشون خواهش میکنم که دیگه بس، بعد از 35 سال کافیست هر کسی هر نظری داشت، بیایم همه با هم متحد بشیم بر سر دشمن مشترکمون جمهوری اسلامی، و با این اتحاد و فقط و فقط با این اتحاد هست که ما میتونیم بر علیه دیکتاتور زمان بلند شیم. در غیر این صورت ما موفق نخواهیم شد. فقط خواهش من اتحاده. برو براتون اتحاد از گروه سیاسی اسمو میارم، انقدر زیاد هستید، هر کوچیک و بزرگ بانور الناد از شما یک چیزی میخواد، فقط اتحاد. نه پول ازتون خواست، نه مالی، نه فکری، فقط اتحاد شما رو خواست. چقدر ساده میتونید حلش کنید. بری جان شما چه انتظاری دارین از گروه سیاسی؟ من ایران رو در این چند هفته اخیر جوری دیدم که در خطر تجزیه است، و تنها حرفم و سخنم اینه به اپوزیسیون: بیایید به حقوق اولیه خلقهای ایران رو دونه بدونه بیاید تعیینش بکنید، مگه نه بد خوابی برای ما دیدن و بد آیندهی در انتظار ماست. اینطوری هم نیست که بگیم اتحاد، بیاید همه هستیم با ما جمع شدیم و شدیم یکی. نه اینطوری نیست، خیلی سخته، ما در خطر تجزیه هستیم. پس ببین راه درازی داریم. خواهش میکنم از اپوزیسیون که همچین این کار رو بکنه. آرمان جان شما اگر با آقای موسوی تماس دارید، نظرش هم بگیر، میتونید دو بار شما بیاین به جای آقای موسوی صحبت کنید، چون از شیراز هم بچه ها هستن و دوست دارم نظرش باشه. عذرخواهی میکنم از آقای جواد موسوی نازنین. آرش جان شما چه انتظاری از گروه سیاسی دارید؟ یک جوان چه انتظاری داره؟ طبیعتا ما احتیاج به اتحاد و در کنار هم قرار گرفتن داریم، ولی قبل از اون من خیلی کوتاه بگم، ما احتیاج به این داریم که عبور کنیم از نسل 57. ما احتیاج به این داریم که میدون بدیم به جوانا. ما احتیاج داریم به این که یک بازوی لوجستیکی قوی بشیم برای داخل، چون هرچه که اتفاق قراره بیفته در داخل کشور هست و ما میتونیم حمایتش بکنیم. ما احتیاج به تک تک شما که امروز صدای منو داریم میشنوید داریم. شما بزرگترین رسانه هستی، شما مرد و زن، شما پیر زن، شما دختر جوان، شما بزرگترین رسانه هستی. خبرها رو به گوش همه برسونید و به همه این خبر رو بدید که جوانان ایران تصمیم گرفتن با در کنار هم قرار گرفتن و فارغ از اینکه چه تفکر سیاسی و چه نوع عقیده‌ای دارن، ایران نجات بدن. این بزرگترین چیزی که ما احتیاج داریم از شما. بله آرش جان، از اهل گروه اصفهان معذرت می‌خوام، کوروش جان از عهد اسفان بفرمیم عزیز. شما گفتید آقای امانی عزیز، درود بر شما. شما گفتید که صدای من هست که بله عزیز، چه انتظاری از گروه سیاسی دارید شما؟ بله شما گفتید گروه سیاسی، اما من گروه سیاسی نمیبینم. وقتی که میخوایم بگیم گروه سیاسی، یه گروه سیاسی باید سیاسی هم فکر بکنه. وقتی سیاسی فکر نکنه گروه سیاسی نیست. ببینید چرا تا امروز جامعه جهانی ما جدی نگرفته، به خاطر اینکه ما گروه سیاسی نداریم. ما یک گروه سیاسی داشتیم تا الان در رسانه‌های بین‌المللی جا داشتیم و اونا هم ما رو جدی می‌گرفتن، ولی تا الان گروه سیاسی نداشتیم. امیدوارم که این نسل جوان بیاد و یک گروه سیاسی واقعی درست بکنه که سیاسی عمل بکنه، و یک گروه سیاسی هیچ موقع به هم فکرای خودش در لطمه نمیزنه، در همسنگرهای خودش حمله نمیکنه. اما متأمل در این 35 سال من فکر میکنم که گروه سیاسی نداشتیم. امیدوارم که این گروه سیاسی برای ما به وجود بیاد. خیلی ممنون. مرسی کوروش جان، مسئله را سخت کردی. آقای آرمان جان، آقای موسوی با تماس گرفت، چی نظرشه؟ آرمان جان جواب ازشون ندارم، ولی به مردم که بیاد اوکی اگر جواب دادن حتما نظر آقای جواد موسوی از اهل شیراز رو میخوایم بشنویم که چه انتظاری دارن، و اگر هم جواب داد که چه احتیاج داره، چه ابزاری، خواهش میکنم آرمان جان در میان بذار با هموطن عزیز. آقای حمید رضا عزیز شما چه انتظار از گروه سیاسی دارید؟ من
جناب امانی عزیزم، در ابتدا بگم که من کاملا موافقم با کوروش دوست خوبمون که اصلا گروه سیاسی نمیشه خوب دید و اصلا نمیشه گفت. اگرم نیازی داریم برای اینکه گروه سیاسی نیست و اگر در دنیا دیده نشدیم فقط به خاطر عدم همبستگی و عدم یاری از جوونا بوده، یعنی یه تکروی بین گروه که نمیشه گفت گروهک های به وجود اومده که شاید به هزار تا هم برسه اسامیشون، تکروی خاصی بین اینا هست و خود برتربینی از هر شکلی که بخواین شما نگاه کنید اینها در خودشون دارن و همین موضوع باعث شده که ما نه یاری داشته باشیم از سمت هیچ جناح و هیچ گروهک خاصی و عدم همبستگی ما باعث شده که تا امروز بازنده بودیم، 36 سال بازنده ایم و اگه به این صورت پیش بریم 50 سال دیگه هم بازنده خواهیم بود. متشکرم. درود بر تو عزیز. درود بر تو عباس جان. شما چه انتظاری از گروه سیاسی دارید؟ من انتظار دارم از گروه‌های سیاسی واقعی، نه گروه‌هایی که ضرر اونها، زیان اونها، ترور اونها به ملت ایران ثابت شده، فارغ از گروه‌های تروریست و معلوم الحال، فارغ از گروه‌های بادیسم که هر طرف بادی به وضع به اون طرف میرن، بقیه آقایون و فرهیختگان، احزابی که واقعا تلاش کردن به هر نحوی، پیشکسوتان این برنامه میخوام که متحد بشن، به ما کمک بکنن، ما هم به یا ما به اونها کمک بکنیم، یک جوری این اتحاد باعث میشه که ما بتونیم تو کارمون موفق بشیم. همین. سپاسگزارم آقا جان. بس شما انتظار اتحاد جانه؟ آقای مرتضی من اتحاد. آقای دادم اگه بفرمایید آرمان جان، نظر آقای جواد موسوی از اهل شیراز رو میخواییم بشنیم، بفرمایید آرمان جان. ایشون میگن که در برداشتن از بحثای ایدئولوژیک و رفتن به اختلافهای تاریخی گذشته و اینکه ما از حرف خسته شدیم، از اینکه کنفرانس برگزار میشه و نتیجه عملی نمیبینیم، یعنی اینکه ما احتیاج به عملگرایی داریم و از حرف به عمل اومدن. دقیقا هم درست میفرمایید، خسته شدم. آقای سعید جان از خمینی شهر، شما چه انتظاری از گروه سیاسی دارید؟ انتظار من اینه جناب امانی، اولا که خب حالا شاید گروه نداشته باشیم به اون صورت، ولی افرادی داریم که واقعا زحمت کشیدن، این نمیشه اینجوری گفت، هستن افراد زیادی که توی 35 سال زندگیشون رو گذاشتن، ولی خب حالا نشده، به هر طریقی نشده که اونم ما میندازیمش، یعنی میندازیمش که دقیقاً افراد خود جمهوری اسلامی نذاشتن، تو هر گروهی که شما فکر کنی نفوذ کردن، تو هر سیستمی که شما فکر کنی نفوذ کردن، همشون هم با پول. ولی انتظاری که من ازشون دارم اینه اول به ایران بیاندیشن و فکر ایران باشن، این ورون ور رو ول کنن، عراق، سوریه، فلسطین، اینا به درد ما نمیخوره، مردم ما رو دارن میکشن، مردم ما چه از لحاظ هوا، از لحاظ اکسیژن، الان هوایی که توی ایران هوای سمیه، خب این قتل عام عمومیه، قتل عام 70 میلیون 200 نفر 50 نفر تو فلسطین کشتن، این تلویزیون ها خودشون رو کشتن به خاطر این 50 60 نفر، آقا 70 میلیون آدمو دارن میکشن، حالا به طریق مختلف، مگه این اعدامایی که کردن 15000 تا 100000 تا نمیدونم 20000 تا اعدام، مگه اینا قتل عام نیست؟ مگه 800 تا اعدام 800 نفر ظرف 11 ماه ریاست جمهوری این آقای روح بنفش، مگه اینا قتل عام نیست؟ چرا از اینا صحبت نمیکنن؟ دست بردارن فقط به ایران بیاندیشن، چون ایران است که میماند. من برخلاف این که حالا آقای وحید خان درست گفت ایران در خطر تجزیه هست، ولی وقتی ما مردم ایران باشیم هیچ قدرتی نمیتونه این کارو بکنه. حالا چند نفرم میان یه چیزایی میگن، ولی نه، اینا تعدادشون کمه. شما اگر باشن مردم و گروه ها باشن، نه این کار نمیشه، چون ایران 2500 سال حداقل قدمت پادشاهی داره. ایران یعنی کردستان، یعنی آذربایجان، یعنی بلوچستان، یعنی لرستان، یعنی فارس، ایران این مجموعه میشه ایران. مرد بر تو عزیز، مرسی سعی جان. آرمان جان شما چه انتظاری از گروه سیاسی دارید؟ آقای موسوی اشاره کردن که بها دادن و حمایت از نسل جوان هم یکی از کارهای دیگه ایشونه که همه ما البته داریم.
اما صحبت اساسی من با نفس به اصطلاح گروه های اپوزیسیون این هستش که ما احتیاج به یه مرکزیت داریم، نمیگیم رهبری، احتیاج به همبستگی در عمل. خمینی اومد گفت وحدت کلمه، نه ما احتیاج به وحدت کلمه نداریم، ما احتیاج به وحدت در عمل با وجود همه تفاوت ها و چپ و راست بودن و پالش جمهوری خواهد بودن رو میداریم. ما احتیاج به کنشگرایی داریم، از حرف دیگه خسته شدیم، ما باید وارد فاز عملی بشیم. چقدر بریم هی بشیم توی نشست ها، این اپوزیسیون میشینن گروه های مختلف و ایدئولوژی های مختلف یه نشست برگزار میکنن، یه منشور میدن بیرون، فردا تموم میشه، هیچ عملی نمیبینی، دوباره فردا بعد دوباره یک حمایش دیگه، دوباره یک حرکت دیگه، تو عمل هیچی نمیبینی. یه توی تلویزیون هم یه توی بحث ایدئولوژی هم میرن وارد دعواهای تاریخی گذشته میشن و از اون دایره و ایدئولوژی خودشون اونورتر نمیرن و حاضر نیستن که با مخالفین خودشون حرکت بکنن. بعد مدعی دموکراسی هم هستن، وقتی ما میگیم دموکراسی هم دفاع از حقوق دیگر احترام گذاشتن، ما اینا رو لازم داریم. ما احتیاج داریم که به نسل جوان بها بدیم، به این دلیل که وارد بحثهای تاریخی نمیشه، نسل جوان وارد بحثهای ایدئولوژیک نمیشه، عملگرای حرف نمیزنه، عمل میکنه و زود میخواد به آرمانها و اهداف خودش برسه و منتظر نمیسته که ببینه چه خواهد شد. ما اومدیم خارج از کشور ولی دلمون توی ایرانه، میخواییم برگردیم به کشورمون، اینجا جای ما نیست. اما کسانی که 30 سال اینجا زندگی کردن خودشون هم اقرار میکنن که نمیخوان دیگه به ایران بازگردن، پس به اون صورت نمیتونن دغدغه ایران رو داشته باشن. به نسل جوان بها بدید، اتحاد در عمل رو فراموش نکنید، بیایید با هم دیگه بریم و این نسل جدیدی که داره میاد و یک تغییر و تحول جدید اگر قرار ایجاد بشه، این نسل جدید رو دیگه قربانی نکنید. ما تو جنبش سبز قربانی شدیم، قربانی نداشتن اتحاد و بحثای ایدئولوژی. خواهش میکنم اجازه ندید که نسل بعدی این بلا سرش بیاد. ما تلاش خودمون رو تا اونجایی که ممکنه میکنیم، اما احتیاج به پشتیبانی هممیهنانمون و تجربه نسل گذشته داریم. سپاسگزارم آرما جان. من میخوام اضافه کنم، امیدوارم تمام دوستانی که دستی به قلم دارن، اینترنت، فیسبوک، ابلاغ نویسن، در تلویزیون، در رادیو، هر نوع بزرگ و کوچیک، در درباره این جوانان رو شروع کنید بنوشتن، مخصوصا نسل جوان، از این جوانان حمایت کنید که چون احتیاج داره به شما که صدای این دوستان برسه. امیدوارم که تمام شروع کنن از فردا، از همین الان این رو در بازتابش رو بزرگتر بکنم. خواهشم. و من اگر کارگردان هستن در کنارمون، اون ویدیو شماره 5 رو شروع کنید، پشت سر هم پخشش کنید و من میخوام به هموطنان عزیزم که در ایران هم که هستن، مخصوصا فامیل خودم که در ایران هستن یا در خارج از کشور هستن، مخصوصا افرادی که سیاسی هستن فکر میکنن باید یک کاری برای ملت ایران کنن، مخصوصا اون امتی که منتظر خدا هستن یا الله هستن که قسمتشون بشه، یا اون قسمت کسانی که هستن، دوستانی که منتظر چراغ سبز دنیا هستن، نگاه کنید به این ویدیو، نگاه کنید، صدای منم باز بذارید، پخشش میکنید روز به جان؟ یاله عباس کب هر جمله فوق اوکی، همچنین صداشون هم باید یکمی باز بشه، صداشون هم صدا برد، نگاه کنید این دشمن شما، دشمن شما بچه هاشون رو چجوری بزرگ میکنن. فقط نگاه کنید، نفرت رو به بچه هاشون یاد میدن. بچه های میگذرون که دشمن ایران که همیشه 1400 سال رخنه کرد، ببینیم بچه های خودشون رو چطوری تعلیم میدن. این یک سؤاله، نسل آینده خودشون رو چجوری تعلیم میدن. شما ها که میخواییم به منتظر معجزه موندیم، یا شما ها که منتظر چشمک خارجی هستن، یا خارجی ها میگن شما بیشین عقب، کاری نداشته باشین و ما کار رو بذاریم، ما داریم کار خودمون رو میکنیم، یا این که کسانی که نشستن دارن میرن دیسکو یا پارک میرن یا میرن هر جایی که فکر میکنن بایدم خوش بگذره، بایدم نشاط داشته باشین، ولی نگاه کنید آینده بچهتون رو، آینده نوای خودتون رو چجوری رقم میزنید. فقط نگاه کنید، نگاه کنید چجوری دارن نفرت رو به از کوچیکی به بچه ها یاد میدن، از کوچیکی دارن به بچه ها یاد میدن. نگاه، بریم ویدیو شماره بعد رو نگاه کنیم، شماره بی رو نگاه کنیم، نگاه کنیم وقتی که در غزه هستن بچه ها رو میبرن جلوی خونپاره که نگاه کنن خونپاره و صدای خونپاره آشنا میشن و اگر هم موشکی هم بخوره بمیرن، چون خانواده شو میخوان جری کنن، عصبانی کنن، به علیه کار خود و دشمن اسرائیل استفاده کنن. نگاه کنیم بچه ها رو کجا بردن.
نگاه کنید اونا نسل آینده خودشون رو چجوری تربیت میکنن. من میتونم هزاران صدها فیلم رو نشون بدم که دشمن شما که رخنه کردن و شما از صبح تا شب براش دلارات میشید و روزه میگیرید یا پول میریزید که چه کار دارن با نسل بچه های شما میکنن. نگاه کنید تیراندازی ها رو نگاه کنید. صدا تیراندازی رو ببر بالا. که شما رو اسیر نگرده ایم. نگاه کنید میخواییم چی کار کنید؟ میخواییم بچه ها عادتون چی خواستن؟ همفکری خواستن، اتحاد خواستن، یک کامپیوتر خواستن، یک بیرگون خواستن، همیاری خواستن، تلویزیون خواستن که صدای شما رو برسونن، رادیو خواستن، حکومت که فکری خواستن، رهبریت خواستن، تبلیغات این دوستان رو میخوانن. مگر دیگه چی میخواستن؟ مگر چی دیگه بیشتر میخوان که این اتفاق برای شما نمیفته؟ در آینده شما، بچه شما، روز به جان بسته. برید شماره 6 رو ویدیو بعدی رو نگاه کنید که به ایرانی‌ها بچه خودشون رو چجوری دارن پرورش میدن برای آینده. بریم اون ویدیو رو نگاه کنیم. روز به جان نگاه کنید. تموم شد زود باشه. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. تایر گلچر قطب چه دارم شرح فراخ، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبا و عدل جوی هور و لب حوز، به هوای سر کوی تو رفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخ، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک. بله بخیر عزیزی، شما نسل خودتون رو اینجوری بزرگ میکنید. درود بر شما، نیروی مثبت همینه، ولی نیروی منفی رو نگاه کنید چجوری به اسلحه داره به بچه‌هاشون یاد میده. میخواین چه کار کنید؟ فقط از خودتون سوال کنید، میخواین چه کار کنید؟ این بچه‌ها رو تنها بذارید؟ یعنی دوباره رستم باید سهراب رو بکشه؟ یا اینکه این دفعه شاهنامه رو عوض کنید، این دفعه رستم همه رو سهراب همه رو نجات بده؟ نسل جوانی که شما اعتقاد پیدا کردین بهش و خوبی بودنشون و سالم بودن خودشون در تمام تلویزیون‌ها صحبت شد و تمام تأیید کردن نسل جوان جنسش فرق میکنه، بهتره جنس قدیمیه. میخواین چه کار کنید؟ من از طرف خودم صحبت میکنم و از طرف دوستان که اینجا نشستن در تلویزیون صحبت میکنم. من باید خیلی بیشعور و احمق باشم که این نسل جوانی که شما دیدین در تلویزیون 7 سالش بود، 5 سالش بود، چند سالش بود، اگر 17 18 سالش بشه به منم من نمیخوام اجازه بهش نمیدم که به من بگه ابله، بیشعور، خواب بودی، بی سواد، کشور از دست دادی، فوسیل. وقتی که زمانی که 2014 موقعیت تاریخی برای ما ایجاد شده، چرا استفادهش نکردیم و اون نسل که با تفنگ دستشه برنده بشه؟ من اجازه نمیدم که به من احمق صدا بزنن و فکر نکنم این جوان ها اجازه بدم که نسل آینده که در راه است به این دوستانم این حرفا بزنن، چون میدونن دارن چه کار میکنن، فقط خیلی ساده احتیاج به حمایت دارن. و من چون برنامه داره تموم میشه از همه دوستان سپاسگزارم، از بانو الماس جان سپاسگزارم، از ولی جان سپاسگزارم، خواهش میکنم ولی جان سپاسگزارم،
سپاس از آرش جان. درود بر شما و برنامه آینده مطمئن باشید در تمام برنامه‌ها در اختیار شماست و دیگه باید صحبت کنید، چون این موج رو شما باید حرکت بدید. کوروش جان سپاسگزارم، حمید رضا جان، عباس جان، سعید جان، آرمان جان، از همه تون سپاس کنم، مخصوصا آقای موسوی، آقای جواد موسوی که از شیراز که نیستن ولی هفته دیگه حتما در کنارمون، شنبه در اختیار در کنارمون حتما هست و صحبتاشو گوش میکنیم. من از تمام شما هموطنان گوش میکنیم، جدی نگاش کنید، مخصوصا خانواده خودم جدی نگاه کنید که چجوری میخوان آینده شما رو، نوای شما رو، زندگی شما رو به داغونی و به بدبختی و فلاکت بکشن. نگاه به من، از همیشه حرفام اینه که از شاهنامه درس بگیریم، همین که ضحاک رو گفت، ما رو دوش رو گفت، آهنگر رو گفت، و از یاد بگیریم که باید چه کار کنیم. از دیو که دیو داره و شیشه عمرم، دیوم شیشه عمر داره، بریم شیشه عمرش رو ببینیم چیه و بشکنیم. از شاهنامه یاد بگیریم، از سیمرغش یاد بگیریم، از سیمرغش یاد بگیریم که فعلا 9 تاشون نشستن و بقیش هم خواهش میکنم اهواز، بلوچستان، بختیار، مشهد، تبریز، از همه جا بیاین و در کنار دوستان قرار بگیرید. این تلویزیون در اختیار شما مطمئن هستیم، هست در کنار شما. و سپاسگزاری میکنم از هموطنانی که در این تلویزیون نگاه به کمک میکنن که این دوستان حرفشو بزنن، از همه تونم سپاسگزاری میکنم. و یادتون باشه یک تخم مرغ توسط نیروی بیرون شکسته بشه پایان زندگیه، ولی اگر همین یک تخم مرغ توسط نیروی درونی شکسته بشه زندگی آغاز میشه. پس تصمیم میگیریم از داخل حرکت کنیم و اینو شما بشکنیم. من بدرود میگم با این آهنگ آخر که هممون برگردیم ایران، با آرزو همدیگه برسیم به ایران برمیگردیم و بدرود تا هفته دیگه. سپاس بزنم. سقف تو ای
ستون شبم ای خاک واریا ای پاک و بیریا بی تو تا غره ویرانی را من تا پای جانم از نامت میخوام در سرم پر از هوای توست ای سرزمین من سختی ها را فکن بر بلندای هر قل جای تو کوروشان